این روزها حجم توزیع واکسن در شهرهای مختلف افزایش پیدا کرده تا واکسیناسیون سالمندان بالای 70 سال به سرعت تکمیل بشه. اولیه میزنید یا دومی؟ این دومیه. دومیش قبلی چند روز میزنید؟ حدوداً یک ماه پیش. چطور بود اینجا شروع بود قلبا؟ ولی امروز خیلی بهتر بود، نظم داده شده بود. یه نیم ساعتی معطل شدم. علی خب الحمدلله خوب بود. بسیاری از سالمندان برای دریافت دوز دوم عجله دارن و منتظر پیامک دعوت نمیمونن. در دوز اول شمارشون در سامانه ثبت میشه و زمانی که زمان واکسن در واقع دوز دومشون که میرسه پیام داده میشه. طبق اون عمل نمیکنن، طبق پیامک، و یهو مثلا متاسفانه ازدحام میکنن. مراجعه بدون نوبت از یک طرف و مراجعه اغلب سالمندان در ساعات اولیه روز از طرف دیگه باعث شده تا برخی مراکز صبح‌ها شلوغ بشن. مردم بیشتر صبح تجمع خیلی زیادی دارن. عجله‌ای نیست، میتونن تو ساعات مختلف مراجعه کنن. بعد از ظهر خلوت، یعنی ساعت 11 دیگه تک تک میان وارد میشن. 8 نیم اومده ایم الان ساعت 10. چرا صبح اومدی؟ چون اینا بعد از ظهر هم کار میکنن، مثل خلوت. اما یکی دیگه از دلایل شلوغی این روزها هم اینه که برای واکسیناسیون دوز دوم در کلان شهرهایی مثل تهران مراکز تجمیع شدند. بر اساس هر منطقه تهران یه سوله تعیین شده و پایگاه‌ها و مراکز اون منطقه به اون سوله ارجاع میدن برای نوبت دوم. یه مشکل عمده‌ای که هست، ببینید، منطقه 5-6-7 تا مرکز تزریقات داشته، همه رو تعطیل کردن، گفتن اینجا بیایید. محموله های جدید واکسن هم از نوع داخلی و هم خارجی تامین شده و نیازی نیست عزیزان برای دریافت عجله داشته باشند. به اندازه کافی واکسن برای دوز دوم در دسترس قرار گرفته و توزیع هم شده. امروز هم تعدادی از واکسن ها رو مجددا توزیع میکنیم برای عزیزانی که دوز دومشون رو دریافت نکردن. ما افراد 70 سال به بالا، اونایی که دوز دوم نگرفتن، قطعا همه رو واکسینه خواهیم کرد و افراد جامانده از 70 سال به بالا هم واکسینه خواهند شد. مراکز واکسیناسیون تا ساعت 14 هر روز فعالند. برای جمعیت سالمند کشور واکسن به میزان کافی تامین شده و وزارت بهداشت توصیه میکنه عزیزان برای دریافت دوز دوم عجله نکنن و بر اساس پیامک دعوت مراجعه کنن تا هم تجمع نشه و هم معطل نشن. امیر